سلام دوستان به کلاس درس خوش اومدید خب توی جلسه قبلی ما جمع و تفریق ماتریس ها و همچنین ضرب اعداد حقیقی توی ماتریس ها رو با هم دیگه یاد گرفتیم این جلسه میخوایم بیایم و ضرب ماتریس ها توی هم رو یاد بگیریم برخلاف سایر عملیات جبری ماتریس ها مثل جمع و تفریق ضرب ماتریس ها چیزی هستش که خیلی با تعریف ضرب اعداد حقیقی فرق داره و یه مقدار پیچیده بیاید با یه مثال شروع کنیم. و ببینیم دوتا ماتریس رو چطور میتونیم تو هم ضرب بکنیم فرض کنید که ماتریس اول ما مثلا درایههاش هستند دو منفی سه یک و صفر که ماتریس دو در دو هستش و میخوایم ضربش بکنیم مثلا توی ماتریس چهار منفی دو هفت و چه عددی خوبه صفر خب فرض کنید این دوتا ماتریس رو میخوایم توی همدیگه ضرب بکنیم خب اول بیاید یه کمی من اینجا یه جا میذارم اول برای جوابمون و بعد میایم توش رو پر میکنیم خب بیاید یه کمی ماتریسمون نگاه بکنیم ماتریس اولمون اندازش چی هستش دو در دو درسته ماتریس دوم هم دو در دو هستش اولین کاری که ما باید بکنیم توی ضرب ماتریس ها اینه که اندازه ماتریس حاصل ضرب رو در بیاریم ببینیم چی در چی هستش خب ماتریس حاصل ضرب ما همیشه اندازش به این صورت تعیین میشه که تعداد سطرهای ماتریس حاصل ضرب برابر با سطرهای ماتریس اوله یعنی ماتریس اولمون چون دو تا سطر داره ماتریس حاصل ضربمون هم دو تا سطر داره و تعداد ستوناش از ماتریس دوممون میاد یعنی ماتریس دوممون چون دو تا ستون داره ماتریس حاضر ضربمون هم دو تا ستون داره میدونم یه خود عجیبه الان این تعریف براتون اما اینجوری هستش که توی جبر خطی ضرب دوتا ماتریس تعریف شده خب پس تعداد سطر ماتریس حاصل ضرب، برابر با ماتریس اول سطر های ماتریس اول و تعداد ستوناش برابر با چیه؟ برابر با ستون ماتریس دومه خب حالا بیاید سعی بکنیم ماتریس حاصل ضربمون رو پیدا بکنیم با هم دیگه خب چطور این کار رو میکنیم؟ ببینید درایه ها رو یک به یک باید تعیین بکنیم درایه اول سطر اول یعنی سطر اول و ستون اول رو فرض بکنیم میخوایم تعیین بکنیم چطور به میاد این درایه باید سطر اول ماتریس اول رو توی ستون اول ماتریس دوم ضرب بکنیم خب پس این سطر باید ضرب بشه توی این ستون خب اینا چطور با هم تو هم ضرب میشن درایه های متناظر رو تو هم ضرب میکنیم و با هم دیگه جمع میکنیم یعنی درایه اول دو تو چهار ضرب میشه دو ضرب در چهار جمع میشه با ضرب درایه دوم این سطح توی درایه دوم این ستون یعنی منفی سه ضرب داره هفت که حاصل برابر با چی میشه؟ باید این رنگ دیگه حاصل رو بنویسیم دو چهارتا که میشه هشتا سه هفتا میشه بیست و یکی پ... پر... منفی سیزده میشه درایه اول از مساوی با منفی سیزده درایه اول خب بیاید درایه دوم سطر اول رو پیدا بکنیم درایه دوم سطر اول چون همچنان تو سطر اول هستیم از ماتریس اولیمون سطر اول رو انتخاب میکنیم و چون تو ستون دوم هستیم از ماتریس دوممون ستون دوم رو انتخاب میکنیم پس همیشه توی ماتریس سه حاصل ضرب سطرها ها پیدا میکنه به ماتریس اولی و ستون ها به ماتریس دومی پس سطر اول ماتریس اول رو باید تو ستون دوم ماتریس دوم ضرب کنیم مجددا درایه به درایه درایه اول تو درایه اول میشه دو در منفی دو به علاوه منفی سه ضرب داره صفر منفی سه ضرب در صفر مساوی با چی می شود؟ زود به من بگید مساوی با منفی چهار درسته خب عین همین حالا میایم سراغ سطر دوم سطر دوم اگر بخوایم به دست بیاریم درایه اول سطر دوم می شود سطر دوم ماتریس اول ضرب در ستون اول ماتریس دوم خب یک ضرب در چهار که می شود چهار به علاوه صفر ضرب در هفت که میشه صفر پس این درایه مساوی با چهار هستش آفرین خب نهایتا درایه سطر دوم و ستون دوم پس باید سطر دوم ماتریس اول رو توی ستون دوم ماتریس دوم ضرب بکنیم خب چی داریم؟ درایه اول در درایه اول یک در منفی دو که می شود منفی دو به علاوه سفر زب در سفر که می شود سفر پس مساوی با چی هستش؟ مساوی با منفی دو پس ماتریس حاصل ضرب ما اگه بخوایم جمع و جور بنویسیمش برابر با منفی سیزده منفی چهار چهار و منفی دو خواهد بود خیلی هم خوب خب یه خورده بیاید با هم دیگه نگاه بکنیم ببینیم چه اتفاقی افتاد اینجا اگر به تک تک درایه های ماتریس حاصل ضرب نگاه بکنیم مثلا بیاید این درایه یک و یک رو در نظر بگیریم خب که اگر این سطر اول ماتریس اول رو یه بردار در نظر بگیریم بذارید من با یه رنگ دیگه براتون بنویسم سطر اول ماتریس اول رو یه بردار در نظر بگیریم مثلا بردار دو و سه خب دو و منفی سه این سطر اول ماتریس اول من به صورت ستونی نوشتم شد چون یه بردار هستش و ستون اول ماتریس دوم هم یه بردار در نظر بگیریم چهار و هفت خب میبینید که این چیزی که اینجا داریم ضرب داخلی این دوتا برداره درسته؟ ضرب داخلی این دوتا برداره چون ضرب داخلی دو بردار چی بود؟ درایه های متناظرشون رو تو هم ضرب میکردیم با هم جمع میکردیم دیگه میشد دوی ضرب در چهار به علاوه منفی سه ضرب در هفت که میشه همین منفی سیزدهی ای که اینجا داریم پس هر کدوم از درایه ها رو اگر نگاه بکنید مثلا درایه دو و یک رو اگر توی ماتریس حاصل ضرب نگاه بکنیم چی هستش؟ ضرب داخلی سطر دوم ماتریس اول در ستون اول ماتریس دوم هستش اینجوریه که ضرب ماتریس ها توی جبر خطی تعریف شده میدونم تعریف خیلی عجیبی هستش اما بعدها که کاربورت های ماتریس ها رو میبینید خواهید دید که این تعریف باعث میشه که ماتریس ها کاربورت های خیلی خیلی جالبی پیدا بکنن خب قبل از اینکه تعریف ریاضی دقیق ضرب ماتریس ها رو بنویسیم بیاید یه مثال یه کمی جالب تر با هم دیگه ببینیم خب مثال جالب ترمون چی باشه این دفعه بیاید دو تا ماتریسمون رو مربعی در نظر نگیریم مثلا یکیش رو بگیریم ماتریس یک و پنج و سه و چهار این اولی دوباره مربعی شد خب میخوایم ضربش بکنیم توی این ماتریس یک و هفت منفی شیش و سه دو و یک خب این ضرب رو برای من انجام بدید ببینیم که چی میشه این ضرب خب گفتیم که اول میایم اندازه ماتریس و ضربمون رو تعیین میکنیم ماتریس اولمون دو در دو هستش ماتریس دوممون سه در دو هستش خب پس ماتریس حاصل ضرب باید چند در چند باشه یه نفر به من بگه ماتریس حاصل ضرب اگر وجود داشته باشد باید گفتیم تعداد سطراش با ماتریس سطرای ماتریس اول برابره پس دو در تعداد ستوناش با ستونای ماتریس دوم باید دو در دو باشه خب بیایید حالا ماتریس حاصل ضربمون رو حساب بکنیم درایه یک و یک چجوری حساب میشه؟ گفتیم سطر اول ماتریس اول رو باید ضرب داخلی بکنیم توی ستون اول ماتریس دوم خب ضرب داخلی کنید به هم بگید چی میشه؟ فکر کنم هم همه حد زدید این دو تا این سطر و این ستون رو نمیشه تو هم دیگه ضرب کرد چرا؟ چون این دو تا درایه داره این یکی سه تا درایه داره درسته؟ پس ما اینجا یه مشکلی داریم. مشکلمون چی هستش؟ مشکلمون مرتبه دو ماتریس هستش. مرتبه دو ماتریس با هم دیگه همخونی نداره. چرا؟ چون دقت بکنید اینجا ماتریس اولمون دو تا ستون داره یک و دو و ماتریس دوممون سه تا سطر داره یک و دو سه پس اگه بخوایم یکی از سطرها اینو توی یکی از ستونهای این یکی ضرب بکنیم تعداد درایه ها با همدیگه همخونی نداره از اینجا نتیجه میگیریم که با توجه به تعریفی که ما برای ضرب ماتریس ها کردیم بر این که بشه دوتا ماتریس رو توی همدیگه ضرب کرد باید چی باشه؟ باید تعداد ستونهای ماتریس اول ستونهای ی تعدادم اینجا بنویسم تعداد ستونهای ماتریس اول باید مساوی باشد با تعداد سطرهای ماتریس دوم و الا جوری که ما ضرب دو تا رو تعریف کردیم انجام پذیر نیست درسته خب حالا که اینو با هم دیگه فهمیدیم بیاید یه مثالی بزنیم که انجام پذیر باشه پس یه ماتریس دو در دو در یه ماتریس سه در دو قابل ضرب کردن نیست برای اینکه بتونیم با هم دیگه ضرب بکنیم مثلا میتونیم یه ماتریس دو در سه رو توی یه ماتریس سه در دو ضرب بکنیم درسته چون الان تعداد ستون های اولی با تعداد سطرهای دومی برابره پس بیاید یه مثال دیگه با هم دیگه علبو. خب من اینجا رو پاک میکنم که بتونم یه مثال بهتر براتون بنویسم خب بیاید ماتریس اولیمون رو بکنیم یه ماتریس دو در سه مثلا چی خوبه منفی یک و چهار و پنج باشه سطر اولش سطر دومش هم باشه سه و صفر و دو خوبه؟ خب حالا این ماتریس شد یک ماتریس دو در سه که قابل ضرب کردن هست توی ماتریس 3 در 2 جواب هم قراره بشه یک ماتریس 2 در 2 تعداد سطرها برابر با ماتریس اول سطرهای ماتریس اول و تعداد ستونها برابر با تعداد ستونهای ماتریس دوم حالا بیایید ضربمون رو انجام بدیم خب درایه یک و یک چجوری به دست میاد سطر اول ماتریس اول رو ضرب داخلی میکنیم توی سطر توی ستون اول ماتریس دوم خب چی به دست میاد منفی یک ضرب در یک که میشه یک به علاوه چهار ضرب در منفی شیش میشه منفی بیست و چهار به علاوه پنج ضرب در دو که میشود ده به علاوه ده مساوی میشه با چی؟ منفی 13 دوباره در اولمون شد منفی 13 مثل این بالا فکر نکنید ضرب هر دو ماتریسی درای در یک و یکش میشه منفی 13 و این کاملا تصادفی بود خب حالا درایه یک و دو رو بیایم ما هم دیگه حساب بکنیم درایه یک و دو میشه سطر اول ماتریس اول توی ستون دوم ماتریس دوم خب ضرب داخلی میکنیم خیلی سریع منفی یک در هفت میشود منفی هفت چهار در سه میشود دوازده پنج ضرب در یک به علاوه پنج مساوی میشه با چی؟ مساوی میشود با صفر خب پس درایی یک و دومون صفر هستش درایی دو و یک میشه سطر دوم ماتریس اول ضرب داخلی در ستون اول ماتریس دوم خب سه ضرب در یک که میشود سه به علاوه سفر ضرب در منفی شیش میشود سفر به علاوه دو ضرب در دو میشه چهار پس این درایه مساوی میشود با هفت خیلی هم خوب نهایتا درایه دو دو میشه زد ضرب داخلی سطر اول ماتریس اول توی ستون سطر دوم ماتریس اول توی ستون دوم ماتریس دوم که برابر با چی هستش سه هفته میشه بیست و یکی صفر ضرب در سه که میشه صفر به علاوه صفر به علاوه دو ضرب در یک که میشود دو پس مساوی میشه با بیست و چهار پس ماتریس و حاصل ضربمون رو این طرف اگر بخوام براتون بنویسم برابر با منفی 13 0 7 و 24 هستش خب با این دوتا مثال فکر کنم دیگه کامل ضرب ماتریس ها رو یاد گرفتید اما با این حال من میام تعریف ریاضی دقیقش رو این پایین براتون خیلی سری می <applause> خب مثل که من جمع و تفریقم کم کم داره یادم میره 21 به علاوه 2 میشه چی؟ میشه بیست و سه نه بیست و چهار. میام اینجا رو براتون درست بکنم اینجا هم این درایه بیست و سه هستش معذرت میخوام خب بریم سراغ تعریف ضرب دو ماتریس اگر داشته باشیم ماتریس آ دایرای درایه های آ, آ ای هستش و مرتبه ماتریسمون هست ام در ان خب و یه ماتریس B داشته باشیم با درایه های B i و گفتیم که تعداد سطرهای ماتریس دوممون توی ضرب برابر با تعداد ستون ماتریس اول باید باشه پس B باید تعداد سطرش N باشه در هر چند تا ستونی که دوست داره داشته باشه N در پی این دوتا ماتریس رو میشه با هم ضرب کرد خب حالا داریم C مساوی ضرب ماتریس A در B اون وقت سی دارای درایه های سی آی و جی هستش و اندازه سی چی هستش تعداد سطرهاش برابر با سطرهای آه پس ام تا سطر داره و تعداد ستونهاش برابر با ستونهای بیه پس پی تا ستون داره و اون وقت درایه سی آی و جی از ضرب داخلی سطر آیوم A در ستون جیوم بی به دست میاد که مساوی خواهد بود با چی؟ حاصل جمع اینجا از نماد سیگما استفاده می کنیم سیگما کا از یک تا n آ ای کا در بی کا جی این در حقیقت همین تعریف ضرب داخلیه پس اینجا می نویسیم کوچیک ضرب داخلی سطر آیوم آ در ستون جیوم بی هستش درسته یه چیز خیلی جالب رو هم دقت بکنید که وقتی ماتریس آ رو میتونیم توی به ضرب بکنیم علتش این هستش که تعداد ستونهای آ با های B برابر هستش اما اگر داشته باشیم ام مخالف با P اون وقت از طرف دیگه نمیتونیم این دوتا ماتریس رو تو هم ضرب بکنیم یعنی نمیتونیم ماتریس B رو ضرب بکنیم تو ماتریس A این نمیشود درسته؟ چون تعداد ستون های ماتریس B با سطح های ماتریس A برابر نیست خب راجع این توی ویدئوی بعدی بیشتر صحبت میکنیم ولی در حالت کلی خاطرتون باشه که ضرب ماتریس ها یه چیز جهتدار هستش یعنی اگر آ رو بتونیم تو به ضرب بکنیم ممکنه بی رو نتونیم تو آ ضرب بکنیم میدونم خیلی عجیبه در مورد اعداد حقیقی اصلا همچین چیزی نداشتیم اما در مورد ماتریس ها این یک قانون کلی هستش ممکنه آ رو بشه تو بی ضرب کرد یعنی آ ضرب در به داشته باشیم اما ب ضرب در آ نداشته باشیم خب در مورد این توی ویدئوهای بعدی بیشتر صحبت میکنیم تو کلاس درس بعد میبینم اتون.